صباتان بخیر، می میکنم تا این لحظه کاملا خوشحال بوده باشین، صحتمند باشین و امروز آرزوی من این است که بزرگترین دقدقه ی روزگار شما انتخاب بین چای و قهبیتان باشه هر کجایی که هستین زندگیتان پر از عطر خداوند باشه و بخواییم در رابطه به های اجباری صحبت بکنیم اینکه که های اجباری در افغانستان چرا متاسفانه که بجز از شهرهای بزرگ افغانستان میشه گفت در بیشتر مناطق افغانستان دیده میشه و واقعا چقدر میتونه این ازدواج اجباری نگران کننده باشه برای سرنوشت دو فرد برای سرنوشت خانواده ایشون و برای سرنوشت فرزندانی که از این دو فرد متولد میشن مهماندار هستی محترم عبدالظاهر فقری استاد پهنتون با ما هستن استاد خوش آمدین و زندگی شما بخیر خیلی ممنون از این که بر ما وقت دادین استاد میخواییم قبل از این که به ازدواج اجباری بپردازیم یک نگاهی بکنیم به این که ما با کدام نوع ازدواج را واقعا میتونیم ازدواج سالم بگوییم و تفکیک از این داشته باشیم که ایا ما واقعا ازدواج رایی که در خانواده ها میبینیم اینا سالم هستن و یا اجباری تشکر بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و صبح خیر دارم خدمت همه بینندگان و عزیز و عرض تلویزیون آریانا خصوصا شما خواهر گرامی ببینین خواهر گرامی ازدواج میتونه یکی از جمله موضوعات و مسائل بسیار مهم و با ارزش در جوامی انسانی و اسلامی باشه بدون شک چرا به خاطر که صفحه جدیدی در تاریخ زندگی انسان یا در زندگی انسان در واقع ورق میخوره با ازدواج انسان به کمال میرسه با ازدواج انسان به خیلی از آرزوهای دیرینه میرسه با ازدواج صاحب فرزندی میشه که ممکن فردا او فرزند دنیا را متحول بکنه با ازدواج صاحب نام و فخر و مباهات میشه و با ازدواج صاحب احترام میشه طبیعتا احترامی که مردم به یک مادر و به یک پدر دارن ممکن به یک خواهر و برادری که هنوز ازدواج کرده باشه، نکرده باشه نداشته باشه به همون مناسبت امده ترین هدف ازدواج فکر میکنم که آرامش در زندگی انسانیت است و ایجاد آرامش هست شما ببینید بحث ازدواج وقتی که در تعریف ازدواج میگیم میگیم که یک رابطه یا برقراری رابطه زوجیت میان زن و مرد یا دختر و پسری که هیچ نوع محرمیت در میانشان نباشد. یا حرمت معقد و دائمی در میانشان نباشه حالا وقتی که بحث ازدواج مطرح میشه از طرفی هم قرآن چی میگه؟ میگه ما زنها را از کنار مردها یا برای مردها آفریده ایم تا اینکه در کنارشان آرامش بیابند و من آیاتی هی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها یعنی زن وسیله آرامش است برای مرد میتونه یک ابزاری باشه تا از طریق زن این مرد به آرامش برسد و طبیعتا که خانم یک آرامش است به شرط اینکه به معنای درست با تفهیم بسیار خوب و با مطالعه بسیار دقیق زن و مرد یک دیگر خود را بیابند یک دیگر خود را در واقع مطالعه بکنند، درک بکنن و بعدا به اقدام و به ازدواج بکنند اگر چنین ازدواج صورت گرفت آرامش به یک دیگرن اینا از یک دیگر واقعا آرامش پیدا میکنن چیزی شاید اینا را آرام نکنه جز طرف مقابل یا در واقع زوج و یا زوجه ایشان توجه کنین پس بینان بهترین ازدواج همان ازدواج خواهد بود که با مطالعه دقیق برابر به یک دیگر به لحاظ های فرهنگی و اجتماعی و علمی و اقتصادی و همچنین درک متقابل از یک دیگر انشالله اگر با این شرایط اقدام بکنن میشه که بهترین ازدواج ده. خیلی خوب حالا در جهت مخالفش اگر ببینیم ما ازدواج های ناسالم و ازدواج های اجباری داریم مفهوم از ازدواج و اجباری در جامعه افغانستان چگونه میشه مطرح کرد؟ طبیعتا خواهر گرامی ما وقتی که میگیم آرامشی برای مرد هست خانم یعنی وسیله آرامش هست معنا اینه که ای ازدواج باید به رضایت باشه که ای آرامش به وجود بیاید اگر ازدواج به اجبار بود باز شما رنگ یا روی آرامش را در زندگی نمی بینیم. ایره فراموش نکنیم یک نکته ازدواج اجباری طبیعتا انمو ازدواجی است که طرفین نسبت به یکدیگر راضی نیستند طرفین نسبت به یکدیگر دی، یک خود را نپسندیدند نپذیرفتند گاهی اوقات یا فشار خانواده هست گاهی وقتها یا فشار قوم و قبیله هست یا فشار ملک قریه هست و یا بعضی از فشارهای دیگری که ممکن وجود باشه پس وقتی که خانم و مرد آقا یا دختر و پسر یک دیگر خود را به عاملی از عوامل یا به طریقی از طرق ای ازدواج صورت میگیره ازدواج ازدواج چیه؟ ازدواج اجباری است و یک شخصی به حضور پیامبر آمد یا رسول الله یعنی فلان دختر دوست دارم می ازدواج کنم گفتن او دیدی؟ گفتم نه گفتن برو ببین وقتی که دیدی باز مطالعه کن تحقیق بکن بعد اقدام بکن معنا چیه معنا اینه که ما کورکورانه اقدام به یک به ازدواج نکنیم ازدواج موضوعی یک هفته و دو هفته و یک ماه نیست مثلا یک عمر است ازدواج مثلا آرامش ماست حداقل نشود که ما کسی را در زندگی بیاریم که 24 ساعته آرامش قبل از مجردی ما تبدیل شود به یک حالت ناآرامی نه شب داشته باشیم نه روز داشته باشیم نه به فهم نه به مطالعه نه به زندگی نه به تدریس نه به کار نه وظیفه جز یک بلایی که به خانه آوردیم پس بنا آنچه که خیلی مهم است که اجبار از ازدواج دور بکنیم اگر می آرامش داشته باشیم و طبیعتا میبینیم که ازدواج های اجباری با تاسف در خیلی از مناطق کشور ما موجود است و خیلی از جوان ها همیشه شکایت نه همیشه که ما اینمی ازدواج مورد پسند ما نبود داره به خاطر پدر و مادر نه من میگم حتی به خاطر پدر و مادر هم شما قبول نکنید هیچ امری نمی شود که ما به خاطر پدر و مادر بیاین امر خدا و امر دین و امر پیغمبر رو زیر پای بکنیم کاری را انجام بدیم که به خیر ماست کاری را انجام بدیم که به مسلحت ماست ما اگر پدر و مادر بدبختی ما را میخواه ناآرامی ما را در زندگی میخواه هرگز ما به حرفش نکنیم و تا ابد ما به فکر آرامش زندگی خود بشیم بله شکی نیست که پدر و مادر به عنوان بزرگای خانواده مشوره ایشان داشته باشیم چون تجربه دارند به عنوان بزرگای خانواده از اونها مشوره بگیریم نظارتشان بر ما باشه نصیحتشان بر ما باشه ولی این که اگر دانستیم که به معنای واقعی میخواهند بر ما ضربه و زیانی را وارد بکنند و یک دختری که هیچ برابر با ما نیست مناسب به حال ما نیست زندگی ما با او برابر نمیشه و جور نمیشه او را نپسیم حالا چقدر این ازدواج در افغانستان فکر میکنین که دیده میشه؟ ازدواج که اجباری باشه و واقعا چقدر میتونه پیامدهای ناگوار داشته باشه؟ با تأصف خواهر گرامی من فکر میکنم خیلی زیاد هرچند در کد جزای افغانستان خوشبختانه ازدواج اجباری جرم شناخته شده و طبیعتا حتی در مقرره من خشونت علیه خانم ها هم مطرح هست که یعنی کسانی که اقدام به ازدواج اجباری میکنن ازدواج اجباری فراموش نکنین که در بحث ازدواج اجباری خب همیشه در ازدواج ها یک رکن مهم صحت نکاح ایجاب و قبول است ایجاب یعنی درخواست اولین کسی که درخواست میکنه قبول طرف مقابل که میپذیره وقتی که قبول نپذیرفت قبول نکرد اصلا ازدواج نشده نکاهی نشده وقتی که من قلبا به طرف مواف... مقابل موافق نشدم ازدواج صورت نگرفته پس اینا خانم شوهر نیستن خیلی از مشکلات رو به بار میاره طبیعتا خواهر گرامی در خیلی از مناطق خصوصا مناطق اطراف هنوز همان فرهنگ سنتی قبیلهی پنج قرن و ده قرن گذشته است هر که پدر و مادر گفت همان ای که بچه بدبخ میشه ای که دختر بدترین زندگی رو برای خود میاره ای که شب و روز اشک میریزه در آینده زندگی خود به خاطر این بدبختی که پدر و مادر برش ایجاد کرده اینها مهم نیست و فکر میکنین به دید شما دلیلی که این ازدواج رایج برای در افغانستان دیده میشه همین فرهنگ های قبیلوی هست حالا یک مورد است یک مورد بحث فرهنگ های قبیلوی هست گاهی وقتا یک مورد دیگری هم یک عرف ناپسند ایجاد شده که من احساس میکنم که من پدر خانواده هستم دختر 20 سال زحمت کشیدم بزرگ کردم کلان کردم حالا دختر به انتخاب خود پسر رو بگیره گاهی وقتا یک غرور کاذب داریم قرور کازب این غرور کاذب ما اجازه نمیده حاضرین به خاطر این غرور کاذب دختر قربانی کنیم حاضریم به خاطر این غرور کازه پسر قربانی کنیم توجه کردین پس میتونه یک عامل هم همی باشه جهل یک یکی از جمله بدترین عواملی هست که ما از این دینی که در واقع او را پذیرفتیم ایمان داریم باور داریم عقیده داریم که ما مسلمانیم از همین دین پیروی نمی کنیم چرا پیروی نمی کنیم دو گپ یا اینه که معلومات نداریم یا اینکه اگر معلومات هم داریم طبیعتا اصلا برای ما خیلی ارزش نداره با مهمی پس خیلی از ماها با جهل دینی و اسلامی و انسانی که روبرو هستیم یکی از میتونه از عواملی باشه که در واقع بحث ازدواج های اجباری و حتی ازدواج های مثل بد دادن و بعض مشکلات دیگری هم در میان جامعه رخ بده گاهی وقتا فراموش نکنیم خواهر گرامی که من معلم توجه کردین او مادر او پدر و یا او انسان آگاه و فهمیدن وظیفه خود درست در مراکز علمی ادا نکردند خواهر و برادر ما را دقیق نفهماندن، خوب صحیح موضوع برایش روشن نکردن پس بنا اینمی عوامل جمع میشه گاهی وقتا کمتر روی این مسائل حتی در منابر صحبت شده بعضی از علمای بزرگوار ما اصلا روی این مسائل در واقع بروز جامعه و مشکلات بروزی که فعلا در جامعه بروز کرده روی از اینا کمتر صحبت میکنن که خیلی هم ضرور است مردم منابع خود میپذیرن به علما احترام دارن علما واقعا مردم اصلاح طلب و روشنگر جامعه هستند باید این مسائل گفته شده و میتونه همه ای عوامل باعث ای شبکه که مشکلات رو میشه استاد ازدواج های اجباری بالای دو فردی که ازدواج رو میکنن مستقیما تاثیرگذار هست در رابطه هایی که میتونن بین خود ایجاد بکنن در رویه هایی که در زندگی روزمره خود می داشته باشن ولی گذشته از این دو فرد چقدر واقعا این ازدواج و اجباری میتونه برای خانواده‌ای که اینا تشکیل میتن و قرار است فرزندانی که داشته باشن تاثیر گذار باشه روحیشون و در کنارش برای جامعه چقدر می‌تونه که پیامد بد داشته باشه من فکر می که تاثیر ازدواج های اجباری تنها به اولاد اینها نیست حتی به اون نسل بزرگترشان مثل پدر و مادر حتی قبیلهشان قومشان هم تاثیر منفی میگذاره چرا به خاطر که ای این ازدواج اجباری وقتی که صورت گرفته اینها نسبت به یک دیگر رضایت ندارن وقتی که رضایت ندارن درک نمیکنن درک نکردن حرف یکدیگر رو نمیپذیرن حرف یک دیگر که قبول نکردن نزا به وجود می آید توهین می, می کنند، تحقیر می کنند می کنن یک دیگر را یک تشنج خانوادگی به وجود می این تشنج آثار منفی از بر اولاد است که اولاد در اقدهی به میارن ای طفل هفت سال و شش سال و پنج سال و نه سال همه روزه میبینه که پدر و مادر جنگ میکنن چه معنا همه روزه میبینه که کفش را یا بوتی را پدر پرتاب میکنه وسیله دیگری را مادر به طرف پدر پرتاب میکنه عقده ای به بار میآیند به لحاظ روحی و روانی تاثیرات منفی میگذاره شاید درس برشان تاثیر نگذاره شاید حتی بیرون شوند در گوشه های بنشینند گاهی وقتا مادرها میان میگن ای بچه ما روزانه سه چهار ساعت در خانه دروازه را بسته میکنه فقط تک و تنها نشسته است وقتی که خوب از موضوع دقیق میشه میبینیم که خود ای باشوهر خود مشکل داره با ای تشنج جنگ و دعوا درگیری هایی که بین ای خانواده به وجود آمده ای طفل آنقدر خسته شده که سه چهار ساعت داخل یک خانه فقط نشسته است. مشکل روانی داره 70 درصد مشکل روانی برای از ایجاد شده از اثر انمی پدر و مادر و از طرف دیگر آثار منفی بر همین قوم و قبیله هست اکثر وقتا این ازدواج ها منجر به طلاق شده ازدواج اجباری اگر بگیم 70 80 درصدش نتیجه تلاق طلاق و جدایی بوده شاید مبالغه نکردیم و این طلاق مگر گپ خوبی هست ای که به قوم و خیش و ماما و اما و خاله و خیلی از دور و نزدیک خبر شون فل دختر فلانی طلاق گرفت پسر فلانی خانم خود در طلاق داد اینمی ای ذهنیت ایجاد ای ذهنیت پخش ای ذهنیت چه معنا داره اگر غیر از این است که ما ما با مشکلات زیاد خانوادگی بروز میکنین همه از ما سوال میکنن مشکل دختر تو چی شد خود از این تاثیر روحی میگذاره همه پرسان میکنن او برادر این خانم رو طلاق دادی یا ندادی و تو مشکل خلق کرده چی میکنی نتیجه یک مشکل روحی به روانی بر تمام قومی انمی خانواده ای که ازدواج اجباری رو به وجود میارن و حتی در اجتماع چرا منی که من که به عنوان یک معلمم خبر میشم شاگردمه به یک مشکل خورده طبیعتاً می احساس دارم انسان با احساسی هستم به سر من تأثیر میگذاره که چرا نمیخواه هر ما زندگی ازی خراب شد چرا می خواهر ما زندگی از این به بدبختی گراییده شد و کشیده شد پس اجتماع هم میتانه تاثیرات چی داشته باشه منفی داشته باشه بناهن هر چه که تلاش ما می به مراتب خواهر ما و دختر ما اصلا ازدواج نکنه در می خانه پدر به عنوان یک فرد خوب و همکار و خدمتگذار بهتر است از ای که به خانه کسی بره که هیچ نمیپسنده و و هیچ علاقه من نیست و زندگی از او فردا بم مشکلات رو و متاسفانه در راستای این تفلایی که در این خانواده ها بزرگ میشن باید بگوییم که اینا هم امروز کسانی هستند که با نامزد خود کنار نمیین با خانم خود یا با شوهر خود کنار نمیاین همیشه جنجال دارن و هیچگاهی دوست ندارن که بیان از احساسات و از مشکلات خود صحبت هایی داشته باشن اصد خیلی کوتاه در رابطه به از بین بردن این معزل میخوایم صحبت من فکر که برای از بین بردن بعض مشکلات جامعه اجتماعی خصوصا موضوع فیلی من و شما به عنوان ازدواج اجباری باید عوامل مختلف دست به دست هم بده یک مورد تطبیق قانون در جامعه خیلی مهمه وقتی که در قانونی ما ازدواج اجباری منع شده پس هر خانواده و انسانی که اقدام به ازدواج اجباری میکنه باید که پیش روی ازو گرفته شوه و طبیعتا مجازات شوه اما یک فراموش نکنین که در این قسم جرائمی که در قانون ذکر شده شکایت طرف مقابل شرطه داده سلام. یعنی اگر دختر و پسر هیچ ضرورت نداشته باشم شکایت نکنن دولت برای از اینا مشکل خصاص نیست برای معلم و برای استاد هم باید کار خود بکنه علما از منبر کار خود رو بکنن های برگزار شود مادرها و پدرها ذهنیت هایی را داشته باشند عوامل مختلفی همکاری بکنن تا اینکه که این ذهنیت را دور بکنن از بین ببرن که چیزی به نام ازدواج اجباری ما دیگه و یک جمله گفتنی بر جوان داشته باشه فقط حرف من به یک برادر برای خواهر و برادر معنمی است که اگر میخواین واقعا آرامش در زندگی شما باشه فرد صالح و شایسته مورد نظر خود در خودتان بیابین و اقدام بکنین با مشورت پدر و مادر که بهترین زندگی و آرامترین زندگی را داشته باید. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین و برنامه ما را زیباتر ساختین تشکر از ای که تا این لحظه بیننده ما هستین میان برنامه کوتاه برمیگردیم شکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین